بیا کی دے غدیر است ای بوت عیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین. به ولایت مولامان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. سلام و درود و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. عیدتان مبارک. عید ولایت، عید اکمال دین، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم بر همه مسلمین جهان مبارک باشه. امروز پردخانی واقعه قدیر را داریم اینجا و انشالله کوشش میکنم که مختصر برای شما عزیزان توضیح بدم. خب ما شروع میکنیم که خود واقعه قدیر تنها در خود روز قدیر یعنی 18 ذی الحجه ختم نشده و تنها در همون روز نبوده، کما اینکه در دهه سوم ماه ذی القعده با نزول آیه 27 سوره حج هست که برای آقا رسول الله دستور میآید که اعلام عمومی بکن برای مردم و مسلمین که هر کسی پیاده و بر هر مرکب لاغری که هست از هر گردنه ای که هستن بیایند و در حج اشراک بکنند. این حج حج پیامبر است که اولین و آخرین حجی است که بعد از فتح مکه با حضور تماما مسلمین و بدون حضور کفار قرار بود که اجرا بشه و اجرا شد. آقا رسول الله دستور میدن برای منادی میفرستن در بین مردم که هر کسی هست هر کاری داره بذاره زمین و اتمام حجت میکنه برای همه مردم که حرکت بکنید طرف حج و مکه و برای این فریضه اقدام بکنید، کما اینکه نشود که بیمار شوید و گرفتاری براتون پیش بیاید، حرکت بکنید. یکی از این نامه ها را آقا رسول الله دست منادی میفرسته برای آقا امیرالمؤمنین که او وقت حضرت در یمن حضور داشتن و پیک فرستاده میشه برای حضرت که ایشان هم در این حج و در مکه با حضرت یک جا بشن. 70,000 نفر از مسلمین از مدینه منوره به همراه آقا رسول الله حرکت میکنن. از مسجد شجره شروع و حرکت این کاروان هست به طرف مکه مکرمه. در بین اهل بیت آقا رسول الله همراهان پیامبر در سفر مکه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و همه همسران آقا رسول الله به همراه آقا حرکت میکنن و طرف مکه مکرمه میرسن. فاصله بین مدینه تا مکه را بین 9 روز گفتن و اشاره شده که خیلی سریع حرکت کردن و رسیدن. آقا امیرالمؤمنین از یمن به اتفاق 12,000 نفر با 70,000 نفری که از آقا رسول الله با همراهشان از مدینه آمده بودن ملحق میشن. اولین جایی که ما میتونیم حالا در این پرده که اینجا درست شده بگیم که آقا رسول الله در مکه در کنار خیمه بعد از حمد و ثنای خدا و خطبه‌ای که ندا میدن و حرف میزنن، اینجا اشاره میکنن که علی برادر منو صاحب اختیار مؤمنین بعد از من است، او نسبت به من به منزله هارون به موسی است، علی جانشینم در اهل بیتم و مؤمنین بعد از من است. اینجا هیچ قضیه غدیر خم هنوز اتفاق نیفتیده اما آقا رسول الله اینجا اشاره میکنن. بعد در روز عرفات هم اشاره میشه که جبرئیل میای بر پیامبر نازل میشه که ای محمد خداوند عزوجل به تو سلام میرساند و میفرماید که اجل تو نزدیک شده و همه او میراث هایی که از علم و میراث علوم انبیاست قبل از تو بوده توسط مثلا اسلحه و تابوت و آنچه نشانه های پیامبر نزد توست به وصی و خلیفه بعد از خود تحویل ده که او حجت تمام عیار من در خلقم یعنی علی ابن ابی طالب است. اینجا اشاره میشه و در بعد از اعمال حج که انجام میشه آقا رسول الله به بلال دستور میده در 14 ذی الحجه که میگه که بر معزنه بره و صدا بزنه برای همه مردم که فردا همه باید به سوی قدیر حرکت کنند. و این چنین میشه که در روز 15 ذی الحجه
طبق روایاتی که هست در قبل از نماز صبح هست که آقا رسول الله به همراه همه مسلمین و حاجیان که 12,000 از یمن که همراه آقا امیرالمومنین آمده بود، 70,000 نفرم همراهشان از مدینه منوره آمده بود، به اتفاق 38,000 نفر از مکه مکرمه و از دوروبر این شهر با آقا رسول الله یک جا میشن که میشن 120,000 نفر. اینا حرکت میکنن در روز 15 ذی‌الحجه، کاروان عظیم حجاج به طرف غدیر خم حرکت میکنن. در بین راه جبرائیل دستور میده، دستور خدا را برای آقا رسول الله میاره که برای اصحاب و یاران و بزرگان قوم ابلاغ بکو که بروند پیش آقا علی ابن ابی طالب و به ایشان به عنوان امیرالمؤمنین سلام بدن و برن پیششان و بگن که السلام علیک یا امیرالمؤمنین یا علی ابن ابی طالب. در مسیر راه هست که از روز 16 ذی‌الحجه تا روز 18 ذی‌الحجه چندین بار جبرائیل نازل میشه و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک را در سه بخش تقسیم شده برای رسول خدا میاره و میگه که شما این امر مهم را باید بین مردم بگین که در روز 18 ذی‌الحجه که پس از طی کردن 200 کیلومتر هست، در روز 18 ذی‌الحجه وقتی در غدیر خم میرسن، آقا رسول الله ابلاغ میکنن که همه آنهایی که جلو رفتن برگردن و آنهایی که عقب ماندن بیاین و آنهایی که هستید اینجا اتراق باید بکنین که اینجا جایی هست که ما باید پیام مهم میره که از جانب خدا دستور داده شده برای همه شما مردم و مسلمین بگویم. آقا رسول الله دستور میدن به عمار و ابوذر و مقداد و سلمان که شما خیمه برپا بکنید و جهازی از شتران را درست بکنید. پس از نماز جماعت ظهر و عصر 1 ساعت سخنرانی کردند و در خطبه هاشان امامت 12 امام را از آقا امیرالمومنین تا حضرت صاحب الزمان علیه السلام تا روز قیامت رسما اعلام کردند و در اوج دست آقا امیرالمومنین را بالا بردند و من کنت مولا فهازا علی مولا را گفتند و در اوج بود که آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، امروز دینت کامل شد و امروز راضی شدیم از دین اسلام. ایجا بود که آقا رسول الله دستور داد دو خیمه برپا بشه و همه مردم پس از اینی که پیش پیامبر میرفتن در خیمه پیامبر مکرم اسلام، در خیمه آقا امیرالمومنین هم میرفتن و بیعت میکردن و میگفتن که سلام یا امیرالمومنین و تبریک میگفتن و با دست با آقا امیرالمومنین بیعت میکردن. همه 120,000 نفر این کار را انجام دادن، خانم ها هم این کار را انجام داد، با تفاوت اینه که تشت آبی گذاشته شد، یک طرف این تشت خانم ها بودن که وسط پرده ای گرفته شده و یک طرف تشت آقا امیرالمومنین در او طرف پرده و دست در داخل آب گذاشته میشد و تبریک میگفتند و بیعت میکردن همه خانم ها. بعد از آن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که یک مدبر کامل هست برای این برنامه عظیم، ایشان تدبیر کرده بودند، این یک اتفاق فلبداهه نبوده، یک اتفاقی بوده که برنامه ریزی شده بوده برای او. آقا رسول الله در کنار اینی که از همه مردم بیعت میگیره، اقرار زبانی حاضرین را هم میگیره و اشاره میکنه که مردم همه شما با ما بگویید که ما فرمان تو را که از جانب خداوند درباره علی ابن ابی طالب امامان و امامان از فرزندانش به ما رساندی اطاعت میکنیم، به آن راضی هستیم و با قلب و جان و زبان و دستمان با تو بر این مدعا بیعت کردیم. و ادامه این عهد و پیمان در این باره برای ایشان از ما و از قلب ها
و جانها و زبانها و زمایر و دستانمان گرفته شد، هر کس با دستش توانست وگرنه با زبانش بدان اقرار کرد. این اقراری بود که آقا رسول الله گرفت و خواست که اتمام حجت بکنه برای مردم. باز هم در کنار این کار، کار دیگه انجام داد آقا رسول الله. عمامه صحاب، عمامه خود آقا رسول الله است که در بین اعراب عمامه به عنوان تاج افتخار گذاشته میشه بر سر کسی. آقا رسول الله در جلوی چشم همگان عمامه خودش را، عمامه صحاب را، به عنوان تاج افتخار بر سر آقا امیرالمومنین گذاشتن و همه مردم دیدن این اتفاق را. آقا امیرالمومنین را قرآن ناطق و باطن قرآن معرفی کردن. از خانم هایی که در این جریان حضور داشتند، حضرت زهرا سلام الله علیها، همه همسران آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امهانی خواهر امیرالمؤمنین، فاطمه دختر حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و اسماء بنت امیس بود. همونطور که در پرده قبل اشاره کردم، بزرگوارانی مثل مقداد، سلمان، ابوذر و عمار در قسمت درست کردن این خیمه ها و این جهازی که منبر درست کرده بود با آقا رسول الله همکاری کردند. حالا یک اشاره بکنیم در رابطه با اینکه آقا رسول الله موقعی که صحبت میکرد، شاید سوال پیش بیاید که 120 هزار نفر چطور صدای آقا رسول الله را شنید. الان ما از دستگاه ها و سیستم صوتی استفاده میکنیم، اما بازم پیامبر در این قسمت تدبیری داشته. شخصی به نام ربیعت ابن امیه ابن خلف در بین مردم قرار گرفته بود و افرادی مثل این شخص در بین و بین این 120 هزار نفر وظیفه داشتند که هر کلامی را که آقا رسول الله بر زبان جاری میکنه، این بزرگواران انتقال میدادند به عنوان بلندگویی که صدای آقا رسول الله را انتقال بدن و برای همه مردم برسانند که کسی بعداً ادعا نکنه که من نشنیدم و همه مردم را برایشان اتمام حجت شد. همینطور آقا رسول الله کار دیگه هم انجام دادن. بعد از قرائت خطبه یک شخصی را من حیث منادی تعیین کردند و گفتند که در بین مردم برو و در طول این 3 روزی که خیمه برپا بود، این اشخاص در بین مردم میرفتند و میگفتند که آقا رسول الله گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و خذل من خذله. این را برای همه مردم انتقال داده. یک معجزه هم شد در خود روز غدیر و در جریان غدیر. شخصی آمد به نام حارث فهری و به آقا رسول الله گفت که یا محمد، همه حرفایی را که گفتی ما شنیدیم، گفتی نماز بخوان خواندیم، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی جهاد کن کردیم، حال این چه کاری بود که انجام دادی؟ آیا علی را من حیث وصی خودت اگر معرفی کردی، این امر امری از جانب خدا بود یا این را تو گفتی؟ و اگر آقا رسول الله اشاره کردند که من هر حرفی را که میگم از جانب خداوند است و هیچ چیزی را از پیش خود نگفتم، حارث فهری میگه که اگر این مدعا و این حرفی را که شما گفتید از جانب خداست، من دعا میکنم که خدایا همین الان بر سر من عذابی نازل بکو که همه مردم بفهمند. تا حرف حارث قطع میشه، سنگی از آسمان به امر خدا میفته پایین و به سر این شخص اصابت میکنه و این شخص را در جا میکشه و اوجاست که آیه سأل سائل نازل میشه و آقا رسول الله برای همه مردم میگه که دیدید و شنیدید که چه اتفاقی افتاد. انشالله که مبلغ غدیر باشیم. آقا رسول الله در خطبه هاشان میگن که فلیبلغ الحاضر والغائب، همه حاضران به غائبان و همه پدران به فرزندانشان تا آخر قیامت، تا روز قیامت باید پیام غدیر را دست به دست و گوش به گوش به همه مردم برسانند. این امر واجبی است که از جانب آقا رسول الله برای همه ما آمده. انشاءالله که توفیق خدمتگذاری داشته باشیم. صلی الله علیک یا صاحب الزمان، اللهم عجل ولیک الفرج.